برزیل جام جهانی 2014 شهر کروچیبا محل برگزاری اولین مسابقه ایران در مقابل نیجریه خیلی خوش اومدین. باعث خوشحالی و افتخاری که ایران برای چهارمین بار در جام جهانی حضور داره که البته امسال و این بار واقعا پرگل آغاز شده. اولین گلم یک برزیلی زد، البته به خودش زد. مارسلو دفاع ریال مادرید، ولی خب پیش میاد، مهم نیست. ما تنها نبودیم و نیستیم، بچه ها اول کار از ما جدا شدن رفتن ساو پائولو تا برای شما گزارش تهیه کنن. امید دل تو دلش نبود که بره با بچه های تیم ملی دیداری داشته باشه. حالا باید بریم ببینیم که موفق شده. معمولا به هدفش میرسه امید، حالا ببینیم که این بار به چه چیکار کرده. درود فراوان، حالتون چطوره؟ ما همین امروز رسیدیم برزیل. اینجا اسم منطقه سن میگل، یکی از شرقی ترین نقطه های ساو پائولو، جایی که ترنینگ کمپ یا همون محل تمرین تیم کورینتیانس و تیم ملی کشورمون قرار گرفته. این کمپی که پشت سرم میبینید کورینتیانسه. تیم ملی خودش اینجا آماده میکنه که بره جلو نیجریه، آرژانتین و بوسنی بازی کنه. از فرودگاه مستقیم اومدیم اینجا که ببینیم میتونیم ملی پوشامون رو ببینیم یا نه. بعد بچه ببینید تیم کورینتیانس که یه تیم محلی و باشگاهی هستش، این همه اسپانسر داره، سایکسا و نایک و فیسک و تیم و براهما و کوکاکولا. تیم ملی فوتبال کشوران یه اولشپورت رو لباس تقلبی میدن. من رئیس فدراسیون، شما اونو به من نشان بده. هاشم بگزاده است. ایرانیه؟ آره. هاشم چطوری؟ جوادین هم تو هم بچه ها؟ میان. آقا هاشم بگزاده بود گفت بچه ها همه دارن میان. رفتم من تلاش کردم باهاش صحبت کنم و نمیدونم، شاید من بی موقع رفتم، شاید انتظار نداشتش که مثلا ما بخوام بریم باهاش صحبت کنیم، ولی درست پاسخ به من نداد. گفتم بقیه بازیکن‌ها کجان؟ گفت بقیه بازیکن‌ها تو راهن، قراره بیان. حالا من انقدر اینجا وای میستم تا ببینم هاشم راست گفته یا منو سر کار گذاشت. من مثل ابر رهگذر میبارم از شب تا سحر. خب معلومه چیز از یک ساعت و نیم اینجا وایسادم، خبری از بچه‌ها نشده. البته همونطور که می‌بینید اینجا ماشین پلیس پشتم وایساده، یه مقدار سکیوریتی زیاده، ولی ما می‌ریم ببینیم می‌ذارن ملی پوشامون رو ببینیم یا نه. دوستان اتفاقی که افتاد اینه که خودشون نمیدونن چندن واقعا، ولی میگن یه ورودی دیگه یه مقدار پایین‌تر این خیابون هستش. حالا میریم اونجا رو با هم میبینیم. میگن کسایی که از طرف خبرگزاری و مدیا و رسانه و اینا میان باید برن دم اون ورودی. حالا میخوام بریم اونجا ببینیم چه خبره. آقا اینم اون یکی گیت هست که گفتن اگه بیاین اینجا مثلا شاید ببینید بچه‌ها. من برم با این پلیس صحبت کنم ببینم چی به اون میگه. میذاره نبینی. بودیماج فیلم بودیماج چیزه؟ فیلمخ. How's it going? You're waiting for Iranian national players to come. Iranian play training here traino Iran. No? All right, no problem. No problem. اوکی خانم آقایون، اینجا به در بسته خوردیم. گفتن که اون ور گیت که نمیتونیم بریم، این ور گیت باید ضبط بکنیم. بعد بچه‌ها معلومه کی میان. این پسر کوچ‌شبیه تو دیگو، همون دیگو خودم من باهاش صحبت کردم، گفتش دور ور دو اینطورا شاید بچه بیان اینجا تمرین، ولی معلوم نمیکنه. میگن که یه روز ممکنه دو بیان، یه روز ممکنه یک بیان، اصلا معلوم نمیکنه چه خبره. ولی شما اصلا نگران نباشید، ما هزینه کردیم تا ساو پائولو اومدیم تو بچه‌رو نبینیم، بی خیال نمیشیم، شما همراه ما باشید. آقا این برزیلیا چرا خون گرم، نگاه کن. باورتون میشه ما الان تو بالکن خونه این خانواده محترم هستیم؟ هلو ایوریبادی، های هلو هلو. پرچم برزیل رو گذاشتن. ایران. بله طرفدار ایران هم هستن. طرفدار ایران هم هستن. پرچم برزیل گذاشتن بالا، اینم پرچم اتلتیکو پارانینس است که همین استادیومی که ایران قراره توش بازی کنه. اتلتیکو پارانینس. اتلتیکو پارانینس. اینجا چیزی نویس می‌کنیم. سافلایت. امید حالا از اینا که بگذریم، به من که نمیگی چی شد آخر، دیدی بچه رو ندیدی؟ بابا این همه هزینه کردیم تا اینجا، ولی فکر کنم بچه رو نبینیم. آپس دیدی؟ نه ندیدم هنوز. کردی گزارشو؟ نه هنوز ندیدم آخه. ببینیم. میبینیم بچه‌ها رو میبینیم. ببین من اگه شده چادر زرم کنم خودمو خانم جا بزنم برم تو هتلشون، میرم بچه‌ها رو میبینم، ولی من از حرکت باز نشستم، خسته نشدم، پا پس نکشیدم، به پویاییم ادامه دادم. ببینیم ادامه رو. ادامه رو.
آقا هاشم راست گفت بچه ها قراره بیان، رفتن تو دیر جنبیدیم. دقیقا لحظه که ناامید شدیم داشتیم میرفتیم سمت هتلشون، اونا جلومون رد شدن. عقل غافل، عقل غافل. ولی میگیریم آقا، میگیریم، میریم هتلشون میگیریم. بیا بیا بیا. آقا شما ایرانی هستین؟ نه. I'm coming from Iran. Can I come inside? See the players. Party. چند نفر با گرم کنه تیم ملی دارن تو محوطه قدم میزنن. این فاصله معلوم نیست کیان و نقششون چیه، اما خب به تیم ما رد دارن چون گرم کنه اول اسپورت تنشونه. من نمیدونم این چه بدبختی ما داریم، این همه را بکوب بیا الان به جای اینکه بغل بچه‌ها باشیم با هم گل بگیم، گل بشتویم، هم روحیه بچه‌ها بره بالا، هم یه برنامه توپل واسه هم میهنا درست کنیم. با بدبختی سینه خیز از سیم خاردار رد شدیم، دوتا خندق کنده بودن، اونا رو که پشت سر گذاشتیم به باتفلاق رسیدیم، سینه خیز اومدیم پشت حصار. تازه فینال 4 سال پیش رو خاطرتون حتما هستش، اسپانیا و هلند، و اسپانیا قهرمان جهان شد. اما حالا این بار دوباره توی اولین بازی مقابل هم قرار گرفتن و خیلی کینه توزن این هلندیا. دیدید باهاشون چیکار کردن؟ رهای گزارش تهیه کرده از طرفدارای این دو تا تیم که بریم با هم ببینیم. مطمئنا خیلی از شما فینال جام جهانی قبلی رو یادتونه، فینالی که بین هلند و اسپانیا برگزار شد که اسپانیا با تفاوت یک گل برنده اون رقابت‌ها بود. این بار در این جام جهانی این دو تیم دوباره در اولین بازیشون اما در مقابل هم قرار می‌گیرن، دو تیمی که هر دو شانس برنده شدن کل این جامو دارن. قراره که امروز بریم به شکار طرفدار اسپانیا و هلند و میتونم حدس بزنم که اسپانیایا تعدادشون بیشتره، پیداشون کنیم در یک بار یا یک جای دیگه که ببینیم کجا بازی رو دنبال میکنن تا بازی رو با اونها ببینیم، چون شور و هیجان بیشتری داره. پس میریم به شکار طرفدارها. خب این یکی از اون اتفاقات بدی که ممکنه بیفته برای کسی که با محیط آشنا نیست، اینه که سر از یک جای در بیاری که مناسب دیدن بازی فوتبال نباشه، مثل اینجا، چون خلوته، هیچ کس دوست نداره در تنهایی بازی رو ببینه. پس اگر شما هم نمیخواین اتفاق براتون بیفته، از قبل یه ذره تحقیق کنید ببینید که محیط به چه صورته، کجاها یه ذره شلوغ‌تره، تا با هم از یک همچین جایی بریم به یک جای شلوغ‌تر مثل اینجا. یه ویژگی که اینجا داره، تعدادی از حاضرین برزیلیان، چون پیرنهای تیم ملی رو پوشیدن، تیم اسپانیایی نیستن. مثلا این دوستمون، هی بار یو رایت، هی هی اوکی، وی ار فرام تی وی چنل، وی گونا از اوکی اف اسک سم کوشنز. وی ار فرام از ایرانیان چنل. Wow, nice. Yeah. So I was going to ask you, we're doing this thing about, remember last World Cup when Holland and Spain came to the final? Yeah. And now in the first game they're playing each other? Yeah, it's very nice. And I saw a lot of Brazilians watching. Who is it mostly because of Spain or Holland? Which team is usually the Brazilian's favorite? Yeah, you know, Brazilians love football. Yeah. So you want to watch a very good game in Holland and Spain. As you said, it was the best final. It's good football. Thanks a lot. I wish you luck and I wish Brazil luck. Hope you enjoy the city. Thank you. Have a good time. You too. Take care. Thank you. پرسیدم برزیلیا بیشتر طرفدار اسپانیا یا هلند؟ خودش طرفدار هلند بود. گفتش که چون تیم اسپانیا تو این شهر داره تمرین میکنه و یه ذره گفت سیمپاتیک نیستن، یعنی زیاد دلسوز نیستن، طرفدار هلند. حالا بریم باز صحبت کنیم با دیگه دوستان. Are you from Holland? No, I'm from Brazil. But you're Brazilian, but you're so your first team is Holland? No, no, my first team of course Brazil. Of course Brazil. Second team is Holland. Yeah, for this World Cup maybe, yeah. Okay, why did you pick Holland? Was there a specific reason? Now this year people don't like Spain that much. Yeah, why is that? Mainly because of Diego Costa. They don't like Diego Costa. No, he's Brazilian. Oh yeah, you're right. He's Brazilian. To play for Spain. That's interesting. That's it. Thank you, Marcelo. Take care. You too. خب این دوستمون اسمش مارسلو بود، برزیلی بود، با اینکه پیرن هلند پوشیده بود. پرسیدم چرا، گفت چون الان گل می‌شده. گل شد. آفساید، گل آفساید، حساب نیست، آفساید. گفتم چرا هلند، گفتش که این جام جهانی فرق می‌کنه، چون که دیگو کوستا یکی از بازیکن‌های اصلی تیم اسپانیا، اصلی یعنی منظورم کلیدی، مهم، برزیلیول اصله
ولی تصمیم گرفته که برای تیم اسپانیا بازی کنه. حالا به چه دلیلی امید میدونم حتما بهتر میدونه علیرضا شاید همینطور، ولی تصمیم گرفته برای اسپانیا بازی کنه. حالا باعث دلخوری شده. Hello sir, nice to meet you. Hi. What's your name? Juan Pablo. Juan Pablo. I know your father is the owner of this place. Yeah. Oh, goal. Another goal. Another goal. Chari Kolan. So, what do you know about the Iranian team? Do you know anything? Just Karimi. Karimi? Yeah. You remember Karimi? Ali Karimi? Yeah, that's the only thing I remember. Okay. That's good enough. That's more than most people. Okay. Thank you so much. Okay, pleasure. Thank you. Good luck. Thank you. این دوستمون پسر مدیر اینجا هست ازم. مدیر اینجا. Hello. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. You're very kind. Kind people. Thank you. Thank you so much. پیرن اینجا هم هدیه گرفتیم از توسط مدیر این بار. پسرشون بود داشتیم صحبت میکردیم. راجب این بازی پرسیدم که بازی گل شد ولی این گل دیگه آفساید نبود. 4-1 به نفع هلند. راجب تیم ایران پرسیدم که چی میدونی چی نمیدونی؟ گفت فقط کریمی یادمه. علی کریمی حتما. که جاشون واقعا خالیه توی این مسابقه توی اینجا. بازی به پایان رسید. 5-1 به نفع هلند، یعنی قهرمانان دنیا اولین بازیشون رو در این جام جهانی 5-1 باختن. امیدوارم که این گل ها نصیب تیم ایران هم بشه، نه تو گل خودمون بلکه تو گل حریف. دیگه وقتی که قهرمان دنیا 5-1 میبازه، پس ایران هم میتونه حتما خیلی رو غافلگیر کنه. نه جالب بدونی که تیم فوتبال نیجریه سال 1945 فوتبالش تأسیس شده. اینو مشق شبش بوده. بله باز بگو. سال 1959 عضو فیفا شده، در صورتی که تیم ملی کشور ما سال 1920 تأسیس شده و سال 1945 یعنی سالی که نیجریه تازه فوتبالش رو شروع کرده عضو فیفا شده. یعنی یه چیزی حدود نتیجه مشخص شد دیگه میبریم. یعنی یه چیزی حدود 2.5 ما فوتبالمون قدمت داره. یعنی ده هر دهه یه گل 2-0. ولی خب این دلیل نمیشه که ما تیممون بتن. میشه. تیم نیجریه 4 بار تو جام جهانی بوده، ما 3 بار بودیم. نه میشه. امیدم گفت نیجریه ترسیدن. گفت رنگشون پریده ترسیدن. نه آره باشون صحبت می‌کردیم که قشنگ ترسیده بودن. آره. رها نیجریه تا حالا 2 بار از گروه صعود کرده تو این 4 دوره قبلی که توی جام جهانی بوده. اوکی. 2 بارش هم تو گروه دی بوده. یه بار تو گروه اف بوده، یعنی همین گروهی که امسال هست که آرژانتین، که آرژانتین هم بوده. که اون بازی رو اصلا همه بازی‌ها رو باخته. من امیدوار شدم. آقا بازی رو بردیم 2-0. هر دهه یه گل جنبندی حرف علیرضا هم میشه. 2-0 ایران میبره. یکی از بهترین اتفاقهایی که هر 4 سال یک بار در رابطه با جام جهانی میفته انتخاب یک آهنگ اصلی و رسمی توسط فیفا هستش که اتفاقا روز افتتاحیه هم اجرا میشه. و جالبه که بدونیم تمام سالهایی که گذشته تمام این آهنگهای اصلی توسط افراد لاتین اجرا شده. آهنگی که امسال انتخاب شده، یعنی فیفا انتخاب کرده، آهنگ اوله اولا بیاروان پیتبول هستش که اجرای اون به همراه جنیفر لوپز و خواننده برزیلی کلودیا لیتی بوده که البته اونجور که باید مخاطبا رو راضی نکرده. Hi, what's your name? Hi, Franco Carboni. Have you heard this year's official FIFA World Cup? Ola Ola? The one and with Pitbull, Jennifer Lopez, Claudia No, Le- no, no. South Africa is better. So the Shakira so one, Waka Waka. This is Africa. Tamina, mina, eh, waka, waka, eh, can you dance like Shakira? No. Can you like do one of her moves? Oh, yes, yes. So come on. Oh. Yeah, come on. Oh. Yeah. Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, tamina, mina, saka, legua, anawa, ah, ah, tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, tamina, mina, saka, legua, this time for Africa. Thank you. Your name? Aram. Aram. Great. Beautiful. Thank you. Cheers. خب گفتش که به نظر اون آهنگی که امسال خونده شده اصلا آهنگ خوبی نیست، دوستش نداشتش و دیدید که حرکاتی از خانم شکیرا رو براتون اجرا کرد. البته گفتش که That's good. جنیفر لوپز رو خیلی دوست داره ولی خب اونقدر به شکیرا و پیتبول علاقه نداره. This time for Africa. This time for Africa. Have you heard this year's official World Cup song? I don't know, sorry. We heard Shakira Waka Waka?
No. Did you like Ricky Martin? No. الان هر چی ازش پرسیدم گفته دوست ندارم، نه شنیده شکیرا رو هم دوست نداره، ریکی مارتین هم دوست نداره، کلا اصلا هیچی رو دوست نداره. خب بعضی هم اینجوری هستن دیگه، دوست ندارن. What is your favorite official World Cup songs so far? I like Shakira, Waka Waka. Okay. And she did a La La La. Yeah, this song is great. Lego. Feel how the planets become one. It's like a drum to this and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. Hello. What's your name? Hello, I'm Tatiana. Where are you coming from? I'm from Rio de Janeiro, Brazil. Brazil. Good. Have you heard the World Cup FIFA official song? It's good. It's good. I like it. It represents Brazil well. Yeah. That's good. Can you do a Shakira move? I do, you too. Well, I don't know. Can you teach me, please? I teach you. Yeah, okay. I teach you. This way. Right? Precisa dar uma reboladinha. Yeah? Okay. Thank you. You're very good. Cheers. Welcome to Brazil. Thank you. خب این خانم برخلاف اون چیزی که ما تصور میکردیم خیلی هم خوشحال بود از این آهنگ رسمی و میگفتش که به نظر اون خیلی خیلی قشنگ اون چیزی که برزیلی هستن رو نشون میده. Just one question. Have you heard the official World Cup song? Pitbull, J-Lo, Claudio Leite? Yes. Ole Ola? Yes. Do you like it? So-so. So-so. It doesn't represent Brazil very much. Why? I don't know, Brazil is much more of that, more culture things, you know? It's much more. It's much just more. That, yeah, it's samba and things like that, and you are so rich culturally speaking about, you know? Okay. Just, nice to see you. Thank nice you. Thank you. Cheers. Okay. خب ایشون هم ماشین بهت نزنه، ایشون هم دوست نداشت آهنگ رو، برای اینکه میگفتش که به نظر من از نظر فرهنگی این آهنگ برزیل رو خوب نشون نمیداد، اون چیزایی که ما داریم، اون رقص سامبایی که داریم، اون انرژی که توی فرهنگمون هست رو نمیتونست این آهنگ خوب به مردم انتقال بده. از اینکه بتونم براتون جمع‌بندی بکنم نمیدونم چی بگم، بگم مثلا دوست داشتن دوست نداشتن دیگه خودتون قضاوت با شما. من خودم دوست دارم این آهنگو، ولی خب به نظرم شکیرا اون آهنگه که خونده لا 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 اون یه چیز دیگه است، یه سرگردان بالاتره. ولی این مهمه که شما بگین که دوست داری چه خواننده ای سال آینده، یعنی 4 سال آینده برای ورلد کاپ جام جهانی بعدی بخونه. خب اینم از نظر برزیلی ها راجع به ترانه ای که برای این جام ساخته شد. البته موسیقی و هنر خیلی به سلیقه بستگی داره، ولی گویا این بار به فرهنگشون یکم آره، ولی نه تو این زمینه داشت. به نظر من وقتی که فیفا میاد یک موسیقی یک ترانه ای رو انتخاب میکنه، خیلی باید باهوش باشه که اون موسیقی و ترانه فرهنگ کشور میزبان رو انتقال بده، اونم به درستی. اتفاقی که حالا اونجور که با کسایی که صحبت کردیم و از طریق انتقادهایی که توی رسانه ها شده این اتفاق نیفتاده. از همه اینا که بگذریم، بریم سراغ امید. امید کلا ماجرا داره توی این سفر. آره این قصه های امید داره شبیه قصه های مجید میشه. حالا میگن ایرانی ها همه جای دنیا پراکندن، ما تو ساوپائولو هم ایرانی داریم. سینا رفتن با هم سیر و سیاحت کردن، شهر رو دیدن، من رو رحم که اونجا نبودیم، بریم ببینیم که ساوپائولو چه شکلیه، چه جای دیدنی داره. امروز آمدیم توی مرکز شهر ساوپائولو، جایی که دستفروشا بساط میکنن، بچرخیم ببینیم چه خبر. من با یه دوستی آشنا شدم، یک دوست ایرانی که من قول داد منو بیاره اینجا بگردونه، اینجا رو من نشون بده. حالا من قراره این دوستامو پیدا کنم، بریم بوشوکیانه مارکت، این جای دیدنی ساوپائولو رو من نشون بده، کلا ببینیم چه خبر. با من همراه باشید، میخوایم بریم ساوپائولو گردی. آقا خوبی؟ قربان دوستان، دوستم که گفتم قراره ما رو بره بگردونه. سینا دوستام. دوستان امید. خوبی؟ آقا چه خبر؟ سلامتی. حال اینجا. اینجا فیرای سنتی ساوه، معروف‌ترین فیرای فیرا. میان صنایع دستیشون رو میفروشن. معروف‌ترین بازار مردمی برزیله. دوستان ما اومدیم اینجا دیدیم این خانم بافنده بسیار چیره دستیه، اینقدر هم قشنگ و ظریف داره کار میکنه، گفتیم یه نام ایران برام ببافه، ببندیم به دستمون بریم استادیوم ببینیم چه خبر. انرژی برزیلی با خودمون بریم تو استادیوم، بازی بردی بازی رو کی به کیه. تو اوبریگاد.
Thank you so much. آقا من با خودم انرژی برزیلی دارم میارم تو استادیوم. نیجریه رو میزنیم. نیجریه رو میزنیم. بریم آقا. چرا اینقدر پلیس اینجا سازشون بپرس؟ این پر که تو دو پلیس یا استاکی. میگه که حرکت نرمالمونه اونجا وای میس. آره نرماله. بعد اینا روی ساعتاشون تایماشون میرن میان اینجا مقریه که پستشون رو عوض میکنه. اینجا ساختمون شهرداریشونه، البته ساختمون قدیمیه که هنوزم توش کار اداری انجام میدن. در ادامه اون بازاری که بودیم در ادامه اون بازاری که بودیم داشتم شهید میشه، شهید را تلویزیون داشتم میشدم. اومدیم اینجا رسیدیم به اینجا، این خیابون مولوی تهرانه. پرنده فروشا بودن اما اینجا بوق و پرچم اینا میشه. آره اینجا خیلی باحاله. ساو پائولو. در بالای نفسگیریه ولی ما میریم اینجا. چه خبر اینجا الان؟ کلن کل مغازه ها وسایل فان میفروشن برای تشویق فوتبال، از تبل و بوق و همه خریدشون رو اینجا اینا رو میفروشن. اینجا همیشه برای فوتبال فروشگاه ها برای فوتبال چیز میفروشن. یه سری لباس هم هست مخصوص تشویق فوتبال و کارناوال که خانوماشون میفروشن. اونا رو اینجا هم خرید میشه. آره با اون لباس ها رو ما نمیتونیم بپوشیم، نمیتونیم نشون بدیم. یکی از معروف‌ترین فروشگاه‌ها برای لوازم استادیوم. آقا لوازم استادیوم طرفداری تیم ملی تو بیاد ببینید. آقا سوغاتی پیدا کردم برای کسرا. می‌ذاره میره منو تو پلاس. خوبه؟ امید بخوای اینو بخری. یوشه صدایی را کرد. اینم سوغاتی از خودم. اینم سوغاتی خودم آدم هم. امید بیم اینجا؟ آره اینجا میتونیم غذای خیابونی سنتی برزیل رو ببین چی میگه با توه؟ اه پفاور تا سینا داره اردر میدن من بوغمونو خریدیم. ووووزلا میگفتن جام جهانی 2010 همون بوغای خودمونو تو استادیوم آزادی میفروختن، اما میگن این بوغا رو اینجا تو استادیوم سال قدغن کردن نمیذارن بزنی، ولی ما تا تونستیم تو خیابون بوغ زدیم. ولی ما سعی میکنیم با خودمون ببریم اگه بشه تو استادیوم هم بزنیم، چون ما تو آزادی هم میزدیم این بوغا رو. به هر روی با حال و هوای استادیوم رفتن برزیلی هم آشنا شدیم. یه خیابون دارن مخصوص استادیوم رفتنه، میان اینجا هر چی میخوان میخرن و میرن. یه غذایی هم دارن ویژه خودشونه. الان سینا داره اوردر میده اینجا کلا ایستاده بر غذا بخوره. آره تو برزیل همه سرپاییه. این سیب زمینیه پورش میکنن همراه با آب مرغ و یه سری ادویه‌های برزیلی، وسطش هم مرغ چرخ کرده است. بچه‌ها دلتون نخواد چقدر خوبه. خود برزیلیا صبح‌ها و زورا کوشینیا می‌خورن، شب‌ها هم که دیگه شام خودشونو دارن و معمولا شواسکو. آقا نمیر. بذار راحت بخورم. من گرسنه‌ام شد اون یه وای بگو. اونو باید بخوری تا بیاد اینجوری نمی وا تمام اون بیرونش سیب زمینی بود. من نخوردم. نخوردی؟ نه. میخوای نگی دل ما رو آب نندازی؟ بیرونش سیب زمینی بود واسش مو. اوکی نگو دیگه. خب بچه‌ها فکر میکنید که نتیجه بازی امروز ایران و نیجریه چی میشه؟ شما بگید. سیب زمینی مرغ. چی؟ وا نتیجه ایران. نه دو دو. دو 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 تا میخوریم بعد دو تا میزنیم. دو دو مثل ایران استرالیا. من امیدوارم بازی خوبی ببینیم. فکر میکنم یعنی دلم دوست دارم 2-1 ببریم. من میگم زیاد باشون کاری نداریم، 4-3 میزنیمشون. 4-3 آرام. شما؟ من فکر میکنم 2-1 گل اولم ایران میخوره. خب حالا فکر میکنید که کی بازی کلن کلن کی جام جهانی رو میبره؟ 2-1 ایران میبره دیگه. بله ایران میبره ولی گل اول میخوره. جام جهانی رو کی میبره؟ هلند یا آرژانتین؟ شما چی؟ به نام خدا هلند.
آه نه چیز جام جهانی همه رو به هلند. هلند تو هلند. یه نظر دیگه داشتی ها. آخه جام جهانی هر وقت تو آمریکا جنوبی میزبانی شده جام همونجا تو آمریکا جنوبی مونده، ولی با اون بازی که من هلند دیدم به نام خدا هلند. شما؟ من فکر می‌کنم یا برزیل یا آرژانتین. من فکر می‌کنم برزیل میبره. خب بازی قراره که به زودی شروع بشه، دوستان سر بزنن به دنیای مجازی ما. هشتگ وقتی که اونجا رفتی سازی هشتگ من و تو برزیل اینا رو زدید، بعد از بازی ما اینجا هستیم و خیلی دیگر از دوستان پاتا نگرا ایرانی ساکن کانادا آمریکا خود ایران اینجا هستن، قراره که دور هم باشیم. بله ما از اینجا میریم بازی رو میبینیم، بعد جشن میگیریم. بله پس برای بچهای تیم ملی آرزوی موفقیت میکنیم. ایران